دوباره خدمت همه شما عزیزانم. انفجار بیروت، من یه مقدار در فاصله دو تا برنامه ناچار شدم پاسخ بدم به چند مصاحبه تلفنی، و انفجاری که در بیروت رخ داد به اعتقاد من یک بار دیگه نشون داد که رژیم های آدمخواری مثل رژیم سوریه، مثل رژیم جمهوری ولایت فقیه، اینا جان انسان ها براشون ارزش نداره. 8 آدم بیگناه تا الان کشته شدن، 78 مجروح. همه این آدم ها با هزاران امید صبح اومدن سر کارشون توی بانک، ده ها نفر، صد ها نفر توی این کافه های اشرفیه نشدن. اشرفیه محله مسیح نشین بیروته. داستان اصلا جنگ داخلی لبنان از همینجا شروع شد. مقر حزب کتائبه، مقر گروه 14 مارسه، و دست های جنایتکار حزب الله، و در پشت سرش ولایت بعث سوریه و ولایت فقیه جمهوری ولایت فقیه، دست های این هاست پشت سر. این نوع انفجار ها مال اسلام ناب انقلابی محمدی در دو بچه بعثی و ولاییش هست. بچه بن لادنیش هم دیدیم که چه جنایتی در نیویورک کرد و در جاهای دیگه. در تونس دیروز یک دارودسته وابسته با آقای قنوشی، یک شخصیت برجسته اتحادیه دفاع از دموکراسی رو کشتن. روزنامه‌های تونس دیروز اعتصاب بود برای اینکه آقای جبالی، داماد آقای قنوشی، آدم خیلی جالب، دختر طرف رو زحمت میده بعد نخست وزیر میشه. در ولایت فقیه هم فراغون داریم دیگه، در اینجا طرف میشه داماد آقا یا عروس آقا، از برکتش پدر و مادرش یا داداش و اخوی و غیرشون به نان و نوا میرسن. یه با شرف داشتیم تو تاریخمون شاپور بختیار. بسوزیم ما ملت برای اینکه این انسان برجسته رو از دست دادیم. وقت یه جوجه میاد میگه من از بختیار بدم میاد، انقدر این حرف به من سنگین بوده که تا ابد ولش نمی کنم. هزار تا کتاب دیگم بنویسه آقای عرفان قانیفر بگه که من محققم، میگویم بهش تو با این جمله خودت رو از صفحه تاریخ محو کردی. کسی میاد میگه بختیار پیغام بهش دادن، در زندان بود. آقا جان دخترموی تو با شاه عروسی کرده، ورده پیام تبریک بنویس بیا از زندان بیرون، شغل بد میدن، وزارت میدن. گفت من شرفم و ایمانم رو به نهضت ملی و به دکتر مصدق با چند قطره خون بکارت دختر عموم عوض نمی کنم. امثال او تو تاریخ خیلی کم بودن، ولی حالا از مصاهرت و دامادی و این به اون و اون دختر اینو میگیره، اون دختر اونو میگه، بن لادن دختر ملا عمر رو میگیره و نمیدونم دخترش رو میده به برادر ملا عمر، و اینجوری میشن مصاهرت و در این حال این جنایات رو رقم میزنن. در قم هم بری تمام اینا با هم دیگه مصاهرت میکنن. ری شهری قول بیابونی دختر 9 ساله بدبخت مشکینی رو میگیره و عجلم داره، خودش مینویسه دختر بدبخت رو تو 9 سالگی میگیره. سنت رسوله. بله، این است، ما با چنین وضعیتی ما روبرو هستیم، متاسفانه با چنین کسانی روبرو هستیم که از قبل مصاهرت به مقامات بالا میرسن. این در واقع سرنوشت ما ملت هایی است که گرفتار اسلام ناب انقلابی محمدی در دو وجه شیعه و سنی و غیره هستیم، و این مصیبتی است که ما بهش گرفتاریم. به هر رو گفتم که واقعا بیروت منو متاثر کرد، و الان آقای سامی جمیل داشت صحبت میکرد که بله اینا اومدن تو اشرفیه، جایی که تعایش یا همبستگی مسلمان و مسیحی میسره، جایی که 14 مارچ هست، مسیحی هستن، حزب کتائب هست، احزاب دیگه هستن، و در واقع یک جغرافیای کوچکی است از موزاییک های زیبای لبنان که اینا میخوان به همش بزنن. حزب الله جنایتکار در سوریه، در نزدیکای مرزهای لبنان، روستاهایی که مورد حمله قرار گرفتن، چند تا حزب اللهی کشته شدن اونجا، و ارتش آزاد اعلامیه اومد
کاغذاشون هم نشون داد تمامشون. وقت حسن نصرالله، این آدم حجت الاسلامه، این آدم به خدا اعتقاد داره، با وقاحت به دروغ میگه بله ما هنوز نیرو نفرستادیم، ممکنه حالا الان نمیدونیم، ولی خدا از آینده آگاهه. اینه. حالا برگردیم سر القاعده. چه ارتباطی القاعده با ایران داره؟ مگر ملا عمر که امیرالمؤمنین بن لادن بود، وقتی رفتن در افغانستان نگفتن که شیعه ها مباهه بکشین، دخترای شیعه غنیمتن، جارین، بگیرین زن شوهردارشون هم ببرید، هر کاری میخواید بکنید. تو مزار شریف هم اون جنایاتو کردن، 8 مأمور جمهوری اسلامی رو کشتن، روزنامه نگار کشتن. آقای بن لادن و آقای زواهری هر از گاهی در اون جاهایی که لازم بود فتوای شیعه کشی رو میدادن، با ایرانی کشی غیره. اما آقای زواهری از قدیم، منو در کتابم شرح دادم، ارتباط تنگاتنگی با محمد باقر ذوالقرن قرار کرده بود، برپا کرده بود. و این مربوط به سودان بود. زمانی که ذوالقرن و سپاهی‌ها و سپاه قدس در سودان بودن، بن لادن هم مزرعه‌ای داشت در اونجا و آموزش میداد افراد رو، و همین آقای زواهری از اونجا با ذوالقرن آشنا شد. ذوالقرن ریشه آفریقایی داره، به این معنا که اجدادش از بردگانی بودن که آوردن، به همین دلیل در سودان هم رفته بود، چند نفر رو مأمور کرد برن ریشه هاش رو پیدا کنن. پدرش باغبانی بود در فارس و جدش هم که از غلام ها بود در اونجا. به هر روی آقای زواهری بعد از حمله آمریکا به افغانستان با جمهوری اسلامی تماس گرفت، چند ملاقات داشتن در مرز، و اینا 3 دسته افراد القاعده رو به ایران فرستاد. 1 دسته داوطلبان معمولی بودن، 1000 نفر اومدن تو. جمهوری اسلامی از بازجویی کرد، سپاه قدس، سپاه اطلاعات، سپاه وزارت اطلاعات بازجویی کرد و اینا رو تقسیم بندی کردن. 1 دستشون که آموزش بسیار دیده بودن، اینا رو بردن یه جا. 1 دسته دیگر هم همچنین بعضیشون رد کردن برید، و بعضی هم منت به کشورهاشون گذاشتن، بله ما داریم القاعده رو پس میدیم، امتیاز بدیم به مصر و مغرب و اردن و غیره، سودان و غیره. دسته دوم کادرهای میانی القاعده بودن، کادرهای میانی و خانواده کادرهای اول، کادرهای اصلی. مثلا خانواده بن لادن 8 بچه با 2 زن اومدن اینجا، اینا رو بردن در شمال تهران، یه در رو بردن در بالای منظریه، یه در رو بردن در مشهد، یه در رو بردن در جای دیگه اسکاندر. این خانواده ها هستن که یه دختر بن لادن موفق شد خود رو به صفت سعودی برسونه، فرار کنه بره این تو. وقتی هم که اومد اسراری فاش کرد که آبروی اینا رو برد. اما دسته سوم که تعدادشون حدود 200 نفر بود، هم از فرماندهان و کادرهای مؤسس بودن و هم از فرماندهان عملیاتی رده یک. از اون گروه اول سیف العدل نفر سوم القاعده بود، یه مصری که در ولنجک بهش ویلا دادن و تلفن ثریا امکانات در اختیارش بود. آقای سلیمان ابو قیس سخنگوی القاعده که لبنانی بود، کویتی بود، ایشون هم در اونجا بود. محمد مصطفی لیبی و شمار دیگر از رهبران رده یک بودن، رهبران درجه یک القاعده بودن که اینا در واقع آمدن و در منطقه در کرج و تهران و شمال ایران اینها رو اسکان دادن، و تعدادشون هم البته خب خیلی زیاد نبود، اما آدمهای خیلی مؤثری بودن. حضورتون عرض کنم که چیزی که در واقع
لو داد و همه اینا رو ریخت بیرون زمانی بود که در عربستان انفجارات خبر رو میداد. سعودی ها وقتی که تحقیق کردن و دنبالش اومدن رسیدن به نقطه‌ای که بله آقای سیف العدل از تهران دستورالعمل بلای زدن رو ایشون صادر میکرده، به دستور آقای سیف العدل میمدن و میزدن و به هر حال اون انفجار صورت گرفت، تعداد زیادی از امریکایی‌ها کشته شدن و امریکایی‌ها عجیب دنبال این بودن که به هر قیمتی شده این افراد رو که در ایران هستن شناسایی بکنن. بعدم سعودی ها رو زیر فشار گذاشتن که حالا که شما تعدادی از افراد رو در ارتباط با انفجارات خبر دستگیر کردید، این افراد رو به ما بدید، ما میخوام با اینا گفتگو بکنیم. و خیلی سر اینا به سعودی رفت و آمد کردن، زیاد رفتن و آمدن و امیدشون این بود که بالاخره جمهوری اسلامی متهم بشه، بالاخره بتونن این افراد رو با ذکر اینکه اینا در ایران هستن و هدایت عملیات خبر رو در دست داشتن میخواستن این کار رو بکنن. ولی سعودی ها یادم آقای فریه که رئیس FBI بود 4-5 بار به عربستان رفت. در حال دورانی بود که سعودی ها روابط نزدیکی با ایران داشتن و در این حال نمیخواستن عامل حمله به ایران بشن، اونم زمانی بود که آمریکایی ها میزدن و دست بردار نبودن. و الان همین محسن الفضلی و عادل رضی صدر الوهابی حربی، اینا هر دوشون از افرادی هستن که جز کادرهای فعال عملیاتی القاعده بودن و در ایران هستن. جمهوری اسلامی وقتی آمریکا به عراق حمله کرد و در واقع وحشت گرفتش که امتداد حمله به ایران بیاد، شماری از این افراد رو مجهز کرد و فرستاد به عراق. و من یادم نمیره وقتی که بعضی از کشتارها در عراق صورت میگره و این رو به القاعده منصوب میکردن، من همیشه میگفتم بله القاعده بوده، ولی ببینید لوجستیک رو کی انجام داد؟ انتقال 200 کیلوگرم مواد منفجره و انفجار جایی در بعقوبه که در نزدیک مرز ایرانه، این بدون کمک ایران انجام میده. آقای زرقاوی دو بار مجروح شد و در بیمارستان صحرایی سپاه در قصر شیرین، یه بارم در مهران مورد عمل جراحی قرار گرفت و بعضاش پرستاری کردن و پذیرایی کردن تا حالش خوب شد. میخوام بهتون بگم حکایت جمهوری اسلامی با اینا حکایت وسیعی است. نکته جالبتر رو بهتون بگم. از انفجار حرم امامین در سامرا کی بهره برد؟ چرا این حرم ها منفجر شد؟ حالا میگه القاعده بود، میخواست این کار رو بکن. آره، هدایت دست آقای قاسم سلیمانی و دار و دستش. یعنی شما اینو میخوام بهتون بگم، اگر فکر کنید این نظام ذره‌ای به تشیع و به دین اعتقاد داره، بسیار خطا کرد، بسیار خطا کرد. اونایی که هنوز فکر بله آقای خامنه ای نایب امام زمان، آخه ببینید شما اگر ذره ارتباط با اخلاقیات و دین داشته باشی نمیتونی مجموعه ای رو که دشمن خونی شیعه هستن، رسمنم میگن ما رافضی هستیم، بری بهش پول و اسلحه بدی که برن تو عراق آدم بکشن که نصفشون ممکنه شیعه باشه. آدم کشی قبیحه، چه سنی چه مسیحی چه یهودی چه هر دینی، ولی اینا مدعی هن که ولایتی هن، اینا مدعی هن که منتظر امام زمانه، امام زمان رو اینا گردن میزنن. اگر امام زمانی تو کار باشه بگه بیاد،
همین آقای جنتی دست حکم قتلش رو صادر میکنه، همین آقای احمد خاتمی میخورتش، با حسن فیروزآبادی دوتای میخورنش، لقمه چپش میکنن با هم دیگه، دوتا بطری دوغم روش میریزن بالا. دجال مگه چریختی؟ خب حسن فیروزآبادی آقای دجال نیست؟ احمد خاتمی با اون توصیفی که از دجال میکنن شبیه اون نیست؟ هست دیگه، اینا هم هست. آقایون اومدن باز تو این وسط زمان مبارک، بعد یکی دو دفعه با سودان، با تونس، با مغرب، باز یکی دو تا، یک چند تا هم به قطر، از این به سعودی هم چند تا دادن، آدم های به قول معروف در پیتی چرخ پنجم درشکه، بچه 20 ساله که رفته بود اونجا هنوز هم توش تفنگی، اما رهبران موندن، همه کادرهای درجه اول همه موندن، هیچ کدوم اونا رو تعدیل نداد، همه موندن و آقایون از اینا بهره برداری کردن، در جاهای مختلف اینا رو انداختن جلو، فرستادن به جاهای مختلف، از دانش تروریستیشون استفاده کردن، خودشون البته استادن، ولی اینا چون آماده بودن که جون آلودهشون هم بدن سر این کار، از این استفاده کردن و در بسیاری از جاها عملیاتی که القاعده به اصطلاح انجام، اما یه چیز ساده به شما بگم، جمهوری ولایت فقیه در سومالی چی کار داره؟ یه ده راهزن، یه ده دوز دریایی، کشتی های ما رو گرفتن، خدا پدر آمریکایی‌ها رو بیامرزه، اومدن ملوان های ما رو آزاد کرد، ولی اینا از طریق سودان اسلحه و پول میدادن به همین گروه حرکت شباب که برن به هم بزنن استقرار اونجا رو به هم بزنن، که نتونن مردم اونجا نفس به راحتی بکشن. ما در قبل از انقلاب هم سومال رفتیم، منتها سرمایه گذاری کردیم رو مزارع موز که موزمون رو ارزون از اونجا وارد کنیم. در سودان هم اینجور اومدن پول دادن، کمک کردن به سودان با آقای نومیدی که مزرعه های نمونه و دامداری های نمونه بستن، گوشت و گندمی که ما میخواستیم برامون بفرستن، ما این کاری کردیم. جمهوری ولایت فقیه هم کرد، بله، به سودان مواد منفجره داد، غیره داد، تا گنجبیت ها برن و مردم بدبخت رو بگیرن بکشن، تا در بین شمال جنوب جنگ باشه. هر جا شما فتنه میبینید پای جمهوری اسلامی است. در یمن هم این دیروز 28 تا سرباز رو کشتن. هر راکی جنوبی رو کی بهش پول میده؟ کی اسلحه میده؟ سید علی آقا. سید علی آقا به علی سالم البیض کمونیست پول میده تا یمن رو به هم بریزه و اونجا چند تیکه بشه. به حوثی ها پول میده با آقای عبدالملک که برن ولایت مستقل درست کنن. و این آگاهی رو ندارن که اگه یمن تکه تکه بشه یا هر منطقه یا عراق، بلا فاصله به ایران خواهد رسید. این شعور رو خدا به اینا هنون نداده. اگر جهان اجازه تکه تکه شدن رو داد در خاورمیانه، سایت پیکو دوباره اجرا شد، بالکانایزیشن اجرا شد، تیکه پاره خواهد شد همه جا. و این لایشعرها هنوز این رو درک نکردن که چنین چیزی ممکن نیست و امکان پذیر نیست برای این کار. پوزش میخوام بابت این صدایی که اومد، صدای آمریکا بود، قرار بود من روی اسکایپ باشون صحبت بکنم، زنگ زدن، در حال عذر میخوام از باری صحبتم رو تموم بکنم راجع به القاعده. الان در ایران چیزی نزدیک 20 تا 30 نفر از رد اولیای القاعده هنوز هست. گفتن آقای سلیمان ابو قیس رو اجازه دادن بهش بره، دوباره برگشت، یه سری تو پاکستان شرقی دید اوضاع خرابه، وقتی آقای شیخ رو گرفتن امریکایی‌ها، بن لادن هم کشتن، دیگه محیط سالمی برای اینا نبود. الان همشون جمع شدن تو همون نقطه مرزی وزیرستان و اونجا هستن و از اونجا به توطئه هاشون بر ضد بشریت ادامه میدن. و تا زمانی هم که رژیمای مثل جمهوری ولایت فقیه باشن که اعتباری نه برای اندیشه، نه برای دین، نه برای انسانیت قائل باشن، این کار ادامه داره. همین امروز این اتفاقی که تو سوریه افتاد، الان تو بیروت دارم میبینم، بله، تعداد قتل‌ها از 80 حتما بالاتر خواهد رفت.
چقدر این اشرفی زیباست، چقدر جای قشنگی بود و اینا چطور اشرفیه رو به هم ریختن. و هر روی ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا دوشنبه همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم. اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم. چاسا دل بریدی از دلی که های تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره. نمی ترسم اگه گاهی دامون بی اثر میشه، همیشه لحظه آخر خدا نزدیک میشه. تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر داره، که حتی از تو چشماشو یه بر نمیداره. داری از دست من میری، خود از سای خودت داری همه خستیم و میگیری. کردم تو بازم با چشمی که نخوابیده، مگه میزار دل تنگی، مگه گرگه امون میده. خدا نزدیک تر میشه، با دست خودش دارم.